داستان حکیم و زن حکیمی جعبه بزرگ پر از مواد غذایی و سکه و طلا را به خانه زنی با چندین بچه قد و قد بود. زن خانه وقتی بسته غذا و پور رادی شروع کرد و بدبویی از همسرش و گفت شوهر من آهنگری بود که از روی بیعقلی دست راست و نصف صورتش را در یک حادثه در کارگاه آهنگری از دست داد. و مدتی بعد از سوختگی علیل و از کار افتاده گوشه خانه افتاد تا درمان شود. وقتی هنوز مریض و بیحال بود چندین بار در مورد برگشت سر کارش با او صحبت کردم. ولی به جای این که دوباره سر کار آهنگری برود می گفت که دیگر با این بدنش چنین کاری از او ساخته نیست و تصمیم دارد سراغ کار دیگری برود. من هم که دیدم او دیگر به درد ما نمی خورد برادرانم را صدا زدم و با کمک آنها او را از خانه و دهکده بیرون انداختیم تا لاغر خرج اضافه او را تحمل نکنیم. با رفتن او بقیه هم فهم، وقتی فهمیدن و از ما خراب شده از ما فاصله گرفتند. و امروز که شما این بسته های غذا و پول را برای ما آوردید ما به شدت با آنها نیاز داشتیم. ای کاش همه انسان ها مثل شما جوانمرد و اهل معرفت بودند. حکیم تبسمی کرد و گفت حقیقتش من این بسته ها را نفرستادم. یک فروشنده دورگرد امروز صبح به مدرسه ای ما آمد و از من خواست تا اینکه اینها را به شما بدهم و ببینم حالتان خوب است یا نه. حکیم این را گفت و از زن خداحافظی کرد تا برود. در آخرین لحظات ناگه هم برگشت ادامه داد راستی یادم رفت بگویم که دست راست و نصف صورت این فروشنده دورگرد هم سوخته بود.